بله باش باش. جلو تو نگاه کن پسر جون. ببخشید. همینجا بود تو جیبم، 10 میلیون چک پول بود. حالا چی؟ نمیدونم. بله تو هیچ وقت هیچی نمیدونی، نمیدونی پول چی شده، نمیدونی کجا میری، کی بر میگردی، اصلا نمیدونی با زندگیت باید چی کار بکنی. پس تو چی میدونی آخه؟ عتیه جون قربونتون برم، مواظب فشارتون باشی. خب راست میگن دیگه، نمیدونم که جواب نشد، جیباتو دوباره بگرد. اگه ایشون داد نزنن جناب عالی هم فرصت بدین چشم. چرا داد نزنم؟ چند نفر باید بیان اینجا خونشون رو بریزیم تو چیشه، بگیم قندتون بالاست، اورتون پایینه، چربیتون لب مرزه، حامله هستید نیستید، بشه 10 میلیون؟ اون وقت این آقا با سر به هواییش بره و گمش بکنه. شما یه جوری حرف میزنین انگار من عمدن گم کردم. چقدر بهت گفتم بذار منم باهات بیام بانک؟ لازم نکرده. تا کی قراره من بدبخت به زندگی تو باشم؟ به خدا خسته شدم. منم آدمم، دلم میخواد ببینم بچه‌م میتونه خودشو زندگیشو اداره بکنه. تا کی باید من جمعش بکنم؟ لازم نیست کسی منو جمع کنه، خودم بلدم خودم رو اداره کنم. حالا جواب کارمندا رو که میخوان حقوق بگیرن کی میده؟ جواب کارمندا رو که منتظرن حقوق بگیرن من میدم، به کسی ربطی نداره. ای شنیدی؟ خودش جوابشونو میده. خب بفرما وایسا ببینم کدوم گوری داری میری. مگه مشکل شما حقوق کارمندا نیست؟ من جورش میکنم. چطوری؟ شده ماشینمو بفروشم امروز با پول برمیگردم. کتابی فوق العاده مؤثر تو حل بحران ها و رسیدگی به آدمی. به نظر من کتابو حتما شما باید داشته باشید. برای اینکه من معذرت میخوام. ببخشید. چیه؟ چه مرگته؟ پول میخوام. چقدر؟ 10 میلیون. تو دیوانه ای؟ جدی میگم. نگاه کن. بله. صبح رفتم بانک 10 میلیون گرفتم حقوقا رو بدیم، حالا میبینم نیست. نمیدونم جیبمو زدن. گم کردم. 10 میلیون؟ مامانت فهمید؟ آره همین الان باش دعوام شد. پریسا هم هی داره سوسه میاد. چون من بیا این پولا رو جور کنیم، من پوز اینا رو بزنم. من همه زندگیمو بفروشم 5 میلیون هم نمیشه. خب جور کن کاسبی ناسلامتی. و رفاقت به چه دردی میخوره؟ چه رفاقتی؟ ما که فقط شدیم رفیق بحرانای جناب عالی. بفرم. الو آقای دکتر آلبا؟ الو. آقای دکتر آلبا؟ بله خودم هستم. شما امروز چیزی گم کردی؟ بله بله یه کیف پول. خب پس درست نشونیش؟ یه گواهی نامه. گواهی نامه؟ کارت بیمه ماشینم. بله. یه قبض پرداخت نشده موبایل. بله آقا شماره تو از همین گرفتم. یه عکس 3x4 هم هست، بابای مرحومم. خدا رحمتش کنه. 10 میلیون هم چک بود. بله 10 میلیون هم که چک بود. باش میتونی بیای بگیری؟ بله فقط بفرمایید کجا. ماشاءالله به این دل و جرأت. وحشتناک میومد، شما هم حواستون نبود. خود شما چی؟ 10 میلیون 10 میلیون میندازین رو زمین میرین عین خیالتون هم نیست. اند سر به هوایی ها. عوضش شما امروز فرشته نجات من شدید. چه
جای تالافتی که پاره کردن یه نگاه به کیفت بنداز، یه وقت فرشته دستش کج نباشه. دیگه خجالتم ندین. پولاتو بشمار آقا جون. درسته. آدم هر روز زمینم که پول پیدا میکنه واسه بشماره. گفتم که درسته. حالا شد. من واقعا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. همین زبونی که داریم اکششه؟ نه، منظورم اینه که هر چقدر که فکر میکنین برداری. خواهش جیبه داقا جون، ما واسه مشتلاقش تحویل ندادی. زد زیاد. بیشتر نمیخوام. خب حالا ببین چی کار میتونی بکنی افت جون. نه عزیزم، اگه میخواستم خب بهت میگفتم. باش عزیزم، بفرمایید. اینم 10 میلیون تو. من بهت زنگ میزنم. از کجا؟ پیدا کردم. خودتو لوس نکن. نکنه ماشینتو فروختی؟ فقط خواستم بگم بلدم خودمو جمع کنم. خیلی خوب بلدی، فقط بگو چطوری. حالا امری، چکی، فرمایشی. اوه تو که اینقدر نازک نارنجی نبودی عزیز من. دلخوری نداره، یه پولی گم کردی الان پیداش کردی. باش. کجا آقاهه؟ کار دارم. ما امشب شام میخواییم مزاحمتون بشیم، لطف کنید سر شب منزل تشریف داشته باشیم. آره، من مامان بابای پریسا جون رو دعوت کردم امشب هممون دوره هم باشیم. بالاخره باید قرارمدارمون بذاریم تمومش کنیم دیگه. بعدم باید به من بگی این پول از کجا گیر آوردی. رامین، امشب زود بیا خونه ها. باش. چی کار داری؟ برو بگو عبد بیاد. عبد خونه نیست. پس اون موتور چی چیه؟ بهت میگم برو صداش کن، بگو زهره خواهر جواده. ده برو دیگه. یه برو تو. چی میخوای؟ مگه یادت نگفته بودم دیگه دورو برای جواد نپلک. من کاری با جواد ندارم، امروز هم اتفاقی دیدمش. پس این واسه کمال تو نیست دیگه. به جواد کاری نداشته باش. یاد دیدی موتور تفوت شده؟ شاینم خاطرش رو خیلی میخواه. اگه نظر منو بخواید خواهیم دکتر جش، هرچی کوچیک و مختصرتر باشه بهتره. پول خرج میکنیم، یه دم میان میخورن بعد فوشمون میدن. این چه کاریه؟ پول بردارن برن مسافرن، پول یه دستگاه بخرن برای آزمایشگاه، بالاخره مال خودشونه. ولی خب همینجوری هم که خشک و خالی نمیشه دکتر جون. حالا بذارین رامین جون بیاد ببینیم اصلا نظر خودش چیه. پوران خانم شادومات کجا مونده؟ بحث جشن و عقد و عروسیه که خودمون حلش میکنیم. بیاد یه فکری به حال این جوجه کباب بکنه که مردیم هر گوشتگی. پورو جون برو صداش کن بیاد. برو بابا، پول که نداری، معرفت که نداری، پس من دلم به چیه تو خوش کنم؟ همش میگم نیم ساعت وقت تو میگیره. بابا اینا اومدن از من بله رو بگیرن، یه دقیقه در خونه ما بگو کارش دارم. رامی بیا پایین، من منتظرم. خیلی خوب الان میام. اما کم کم داره صدا مادر در میاد. میام دیگه. آره با چه میدونم چی بگو. بگو بابا مرده. یه بهانه جور کن که من بیام بیرون. چی شد؟ هیچ، داره با تلفن حرف میزنه. الان چه وقت تلفن کردنه؟ برو بیاد. بتی جون این بچه به چه زبانی بگه که از این پریسا خانم خوشش نمیاد؟ اینقدر ازش دفاع نکن، بچه غلط میکنه. اون چی میدونه چی خوبه چی غلط. بیا برو، بیا برو پایین پرمه بگیم. چهار تا چای بریزی برو مادر. میکانیکی؟ آره میکانیکی. چه به مردمه؟ اینا همش حرومه، خوردن نداره. چرا دیمونه بازی نمیاری؟ این راسته رو چرا انداختین تو؟ حیف، 30 تا سیخ کباب میشه. تو هم خجالت بکش برو سر یه کاری. اینقدر میخوارتو نچزون. تو خرابش کردی آقا جون، تو خرابش کردی. لاله بدبختمو که دغدغه کردی، حالا نوبت منه. ببین احترام دست خودت باشه. هی بشی چی نمیگم ولم نمیکنه.
لاغر تو این بزرگتر از خودتو داشته باش. مگه بزرگتر کنیم بابا بجرد بکن کاش دینم دیگه رو بزرگم دور نگرم که چه غلطی کنی. این برس نخون برادرته. ببین آقا جون نگاه کنی چیکار کرد. اگه یه رفت دیگه فقط یه رفت دیگه منو بزنه چنان میزنمش که بابا هفت سال دیگه بیا کنه. میخواد تو همه غلط کردی. من نرد کردم. آقا جون چی شدی؟ آقا جون باشه باشه. نمیتونم بابا فکر کنم شکسته. آقا جون تو رو عربا خواه که با من پاشو هی با هم جنگ کنی. آقا جون پاشو قول میدیم دیگه دعوا نکنی. نمیتونم نمیتونم. میشه غلطی کردی؟ امشب ستاره ها چه خوب پیدا. اگه چراغ رو خاموش کنی شاعرانه تر میشه ها. خب شام بخوریم یا بریم شب شه؟ خب شام شاعرانه که بهتره نیست؟ گوجه ها رو میدیم ها؟ رامی همه میخواستن نظر تو رو بدونه. در چه موردی؟ در مورد جشن دیگه. کدوم جشن؟ رامین واقعا که اون باد بزنه بده تا آتیش شاعرانت خاموش نشده. بفهم. میدونی بابا میگن جشن لازم نیست ولی من میدونم از خسیستیشه. تو بگو جشن لازمه. خب بله یه امشب به هیچ کس جواب نده. خب باشه. بله بفرمی. الو آقای دکتر آلبا. بله خودم هستم. ببخشید من همونم که کیفتون رو پیدا کرده بودم. تو رو خدا شرمنده که هنوز چی نشده گیر دادم بهتون. خواهش میکنم. کیه؟ یه بابای پیری دارم بیادبیه ها. یه ها تلپ نشست رو لگنش. چه خوب. بله؟ نه منظورم اینه که چه خوب میشد اگه کمکی از دستم بر میومد. میخوام بیام از رو لگن بلندش کنم چون من واقعا میخوام لطف شما رو یه جوری جبران کنم. کی نشسته رو لگن؟ ای بابا رو لگن نشسته که، یعنی با لگن خودش. وای چه جوری بگم، گلاب بروتون با ماتحتش خورد زمین هوارش رفت آسمون. آخ آخ آخ. پس لازم شد من حتما بیام. چی کارش کنی؟ نه نه شما کاریش نکنین. تماس بگیرین اورژانس منم خودمو میرسم. فقط کجا؟ کجا خودتو میرسونی؟ باشه باشه اومدم. من باید برم. کجا؟ رامی یه دقیقه صبر کن. چرا به من نمیگی کجا باید بری؟ شنیدی که مریض دارم. چه مریضی؟ مریض مریض. خب من به بابا اینا چی بگم؟ عذرخواهی کن ازشون. پس حرفا اون چی میشه؟ یه شب دیگه. شما منتظر من نشین. شامتون رو بخورید. بفرمایید. خب پدر جان دکترتون میگه که یه امشب باید اینجا مهمون باشی. بابت ظهر خانوم هم نگران نباشید. من تا در خونه میرسونمش. چیز خاصی احتیاج نداره. ببخشید دکتر. شام شام چی؟ شام میدن؟ شام هم میدن خدمتتون. جوجه کباب دوست دارین؟ دستتون درد نکنه اصلا. جوجه کباب بدنم کم شده. فقط قربون مرامت آبدار باشه بهتره. آقا جان تو رو خدا چیز دیگه ای هم میخوای تعارف نکنه بگو. از این کمپوتا هستش. آدیداس آنیناس نمیدونم بابا. فقط واسه هضم غذا خوبه. یه دو سه تا واسه بگی. چشم کمپوت آنیناس هم میگم بدن خدمت. امری نیست؟ نه بابا ممنون. بار بارز زبرد. اسباب زحمت شد شرمنده دیگه. نه که شمارتون هنوز یادم بود. این شد که نه بابا اتفاقا خیلی هم کار خوبی کردین. من حالا حالاها به شما مدیونم. آقای دکتر جون هر کی دوست داری آقام چیزیش نی؟ نه بابا چی باید باشه؟ یه ترک مونی ساده است که با دو سه روز استراحت خوب میشه. ولی من موندم تو کار این خدا. چطور؟ یه از همون شبی لگنه بابای ما رو بهش کنه که صبح شما به واسه یه آقای دکتر خورده باشه. خب دیگه تقدیر که میگن همین چیزاست. فکرشو بکن اونم با یه کیف پول. خدای خیلی مشته این خدا. شما چه بامزه حرف میزنید؟ تو معلم ها اگه این خودشون حرف بزنه که چپروت میکنن. چپروت دیگه چیه؟ بی خیالم اونم چارو بعد بندازی پایین دعات میکنه. تا در خونه میرسونم اتون. کوتاه بیا دکتر جون. توی این محله یه خورده خیته حرف در میارم واسم. چرا این خفه میکنی بدبختو؟ هزار رفع توی این سر زنگ زد. نکنه زنته؟ زن؟ من زن ندارم. مادرم فعل نمیکنه.
خب جوابش رو بده. آخه میدونم چی کار داره، یه سری مهمون داریم. روم سیاه وسط مهمونی کشوندمت بیرون. نه بابا، خیلی هم کار خوبی کردیم، نجات هم دادیم. از چی؟ حالا جون داداش بگو دیگه. ببین من سلمونی هم، سلمونی هم که میدونی فضوله. آخه یه خورده افتضاحه. چیه؟ بدون اجازه مادرت زدی بیرون؟ میخواد به زور برام زن بگیره. تا حالا شنیده بودم دخترها رو زورکی شوهر میدن. حالا که کار ما برعکس شده. ببین از من میشون فیا سف وایسا بگو ننه نوکرتم، ولی با این دختره عروسی نمیکنم. خلاص، به خرجش نمیره. جای تو بودم یه چاخان میکردم که خلاص شم. چه چاخانی؟ چه میدونم، اصلا میگفتم یکی دیگر رو دوست دارم که دندون تمرم بکنم. نه نمیشه. همین جوری گفتم. چرا وا نمیشه؟ قاطی میکنه، نمیدونم چشه. یه لحظه دست درد نکنه. وقت شب دنبالش بگردی. من میدونم نشسته خونه این پسره قهوه چی، اصلا تلفنش هم نقشه بوده، گفته بودم همدم بهش زنگ بزنه. خدا رو شکر. سلام، کجا این وقت شب؟ هیچی نگو، یک کلمه هم حرف نزن، نه به من حرمت گذاشی نه به مهمونات. ناسلامتی دعوتشون کرده بودیم حرف بزنیم، بی خبر میذاری میری؟ ساعت میشه 11:12:01، یه تلفن نمیزنی بگی کدوم گوری بودی. زنگم میزنم قطع میکنی؟ من که به پریسا گفتم عذرخواهی کنه، خودشم فهمید من مریض دارم. بس دیگه دروغ نگو مریض دارم. همین الان میشینی تو ماشین میری خونه برازنده، ازشون معذرت خواهی میکنی. آتی جون ساعت 2:30 شبه. پوری جون لطفا تو دخالت نکن، من به اونا قول دادم 4 صبح بیای ببرمت خونهشون. مردم که مسخره ما نیستن، تاریخ عقد و عروسی رو تافت تاب در نمیاد باد روشن کنن. کدوم عقد و عروسی؟ من تحت هیچ شرایطی با پریسا ازدواج نمی کنم. شرایطو من تعیین می کنم، تو هم باید با پریسا ازدواج بکنی. مثل که یادت رفته آزمایشگاه داره با پروانه باباش کار میکنه، ما بهشون مدیونی. بابا یارو سر ماه داره درصدشو میگیره، مادر من کدوم مدیونی؟ دیگه دوست ندارم بحث کنی، سوار شو بری. من نمیام، همه چی که زورکی نمیشه. رامی جا به حرف مادرت گوش کن، خدای نکرده فشارش میره بالا بلای سرش میاد. آخه نمیتونم پوران جون. چرا نمیتونی ها؟ اصلا حق با شماست، من دروغ گفتم، مریضی هم در کار نبود. من یکی رو دوست دارم، اون بود که زنگ زد، با آدم میرفتم. این دیگه چه جور شوخی بیمزهیه؟ دوست داشتن شوخی نیست بابا، من عاشق شدم. عاشق شدی؟ بی خبر؟ دوزکی؟ دور از چشم من؟ دور از چشم مادری که خودشو زندگیشو وقف تو کرده؟ خب چی کار باید میکردم مادر من؟ باید میمادم میگفتم اجازه هست عاشق بشم؟ آره، آره. خیلی خوب ببخشی، حالا که شدم اجازه هست عاشق باشم؟ عجب گیری کردیم. پوری جون دروغ میگه مگه نه؟ معلومه که دروغ میگه، رامین بدون اجازه تو آبم نمیخوره، چه برسه به اینکه عاشق بشه. ولی اینجور این روزا یه جور دیگه شده، هرچی از زیر سر این پسر یه قهوه چیه. حالا چی بگم؟ یه دقیقه صبر کن. آرزوی هر مادری خوشبختی فرزندشه، غیر از اینه؟ نه. اگه تو فکر میکنی با دختری که خودت پیدا کردی خوشبخت میشی، من حرفی ندارم، مبارک باشه. خب منم که همینو دارم میگم. اما من باید بدونم این دختره کیه، چی کاره است؟ نباید بدونم؟ چرا باید بدونین؟ ولی مگه شما میذارین من بگم؟ دکتره، آدم حسابیه، خوشگلم هست. خیلی خوب، تلفن خونهشون رو بده به من، من با پدر مادرش صحبت کنم، شب جمعه دعوتشون کنم خونم. آخه چیز خانواده‌اش ایران نیستن. خودش چی؟ ایرانه؟
نکنه تو اینترنت پیداش کردی؟ آب بابا اینترنت چیه؟ ایرانه. خیلی خوب. پس شب جمعه بیارش. خیلی دلم میخواد باهاش آشنا بشم. چشم. شما حتی میتونید چشاتون رو ببندین و با استفاده از اون موسیقی خودتون رو امواج دریا حس بکنید. آرامش کامل. علم سایکو سیبرنتیک هم امروزه همین قضیه رو داره مورد. بابا تو دیوانه ای به خدا. نگاه کن. گیر کردم. بابا دختره مشتریمه. برم بهش بگم بیا شب جمعه نقش عشق رفیق منو بازی کن. خب به کی بگم؟ تو رو شکل دختر کنم؟ برو بابا خجالت بکش. آقا میفهمی من نباید با پریسا ازدواج کنم؟ آره میفهمم. خب پا کمک کن دیگه. برو به دوستای دانشکدت بگو. اون همه دختر همکلاسی داشتی که. 3 سال گذشت. کدوم دختر دانشکده؟ خب پس مرض داشتی دروغ بگی؟ خب حالا که گفتم. چاره چیه؟ پس برو به همون احمقی بگو که انداخته توی این چاه. اگه نمیگه خیلی با معرفته. سلام زهر خانم. کی بهت گفت بیا اینجا محل کارم؟ میدونی همین فره باشه سرم چرفای در میارن؟ من واقعا معذرت میخوام، چاره دیگه نداشتم. یه چند دقیقه وقتتون رو به من بدین من براتون توضیح میدم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. ببین آقا جون، درسته به ما محبت کردی ولی این دلیل میشه زرتی به سرخالشی؟ ببخشید یه جورایی تقصیر خودتونه. شما به من گفتین آرایشگرها فضولن، بعد هم هی اصرار کردین تا از من حرف کشید. من تا حالا راجع به زندگی شخصیم با کسی حرف نزدم. آدم یه ها تو اتوبوس میشینه کنار یکی، وقتی تای خط پیاده شد میبینه سیر تا پیاز زندگیشو تعریف کرده. شما یه حرفایی زدی یه حرفایی هم شنفتی، یک مساوی. ولی من رفتم عین دروغی که شما یادم دادی تحویل مادرم دادم. من چه دروغ بهت گفته بودم گل پسر؟ گفتم یکی دو دوست دارم. حالا مادرم میخواد دختره رو ببینه. از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه. خب من اصلا نه نمیدونم، یعنی میدونم نمیشه. ولی ای کاش میشه. ببین تا تاشو خوندم بزن کنار پیاده میشم. خواهش میکنم کمکم بزن کنار خر خودتی. باور کنید زهر خانم من اصلا قصد بدی گرد و بگنه همچه حالشو میگیرم. خیلی خوب خیلی خوب نگرد بودم. پاک کن این ساب مرده رو. در گفته پاک کن بهت میگم. بابا پرت میشی پایین الان. پاک کن بهت میگم. آروم باش. پاک کن داره این لکه الان من نگرم اجازه بده یه رقم من بشکرده حالتو میگیرم. به خیالت نه از این باشم بابای مادرت میخوایی منو بکشی خونه خالی؟ خدا اگه شرمایه نبود همینجا فکتو بیاده کرده بودن. پاک کن این ساب مرده رو. خب یه دقیقه صبر کن. خیلی بچه زرنگی. به خدا دست من نیست. خیلی خودت بچه زرنگی. بایسته خود بایسته خود بایسته خود پیاده شو ببینم. نمیشه نمیتونم. خواهر نگران نباش آروم بیا پایین. نمیشه آخه درا قفله. مداره که ماشین محبت کنم. خانوم با شما چه نسبتی داره؟ بابای من مریض آقای دکتره. خدا خیرش بده. مجانی تو بیمارستان بستریش کرده. پدرشون الان بیمارستان ما هستن. اگه لازمه با هم بریم. نه آقای دکتر. فقط درهای ماشینتون درست کنید. بله متوجه. خواهر شما هم با در کشی نگی. بالاخره سوء تفاهم میشه. چشم آقا. خیلی ممنون. درسته ما بچه تای خطی ولی یه جا معرفت که سرمون میشه. ما چاکر بچه های در خط. نه خوبه راه افتادی. بابت پیشنهاد مزخرفی هم که میخواستم بدم معذرت. بی خیالمون. راست
راستی آدرس آرایشگاه رو از کجا گیر آوردی؟ خودتون به پذیرش بیمارستان گفتم. تو هم کم زبلخان نیستی ها. ببین دیگه جلوتر نرو. رسیدیم در خونه. چه خبره اونجا؟ نمیدونم. قفل کرد. یه دقیقه وایس. ای بابا. میتونی از پنجره بری؟ دلیل مرده دوباره چه گندی بالا آوردی ها؟ چیکار کردی؟ جناب سرباز چی شده؟ کجا میبری؟ نگران نباش خواهر، میبریمش جواب منو تو بده. جواب چیکار کردی؟ جواب چه غلطی کردی که دارم میبرم؟ منو میبری کلانتری؟ کدوم کلانتری؟ کیفتون همینه؟ بله. خب آقا جواد تکلیف ما با شما چیه؟ اگه میشه من بنازین تو اون سلول کوچیکه. لا لا آقا من از دست شما پدر پسر چی کار کنم؟ خودم رو نمیدونم ولی بابام خیلی وقت توبه کرده. توی کیفتون چقدر پول بود؟ یه چک پول 100,000 تومانی. چرا دروغ میگی؟ جام سرمان داره دروغ میگه. دو تا چک 50 تومانی بود، از چک ایران رنگش هم صورتی بود. دیگه این هر آدم کوری میفهمه دیگه. خنگ. تو حرف نزن. دیگه 37,000 تومان پول. بازم داره دروغ میگه. 37,000 تومان کجا بوده؟ 22,200 تومان بود. دروغ نگو دوست شالاتان. تو کلانتری هم داره کلاهبرداری میکنم. چون بدونم فکتو بیارم. پولو بده تا آقا رضایت بده. من یه قرونم ندارم. سرکار کی یعنی؟ حالا قربان آقا جوادو بنداز سلول بزرگه. جناب سوان خواهر ماتم همراه با یه آقای اومدن، میخوان شما رو ببینن. آقا دیگه کیه؟ بشین سر جا. چشم. بگو بیان تو. حالا بفرمای داخل. آخه من دست این کاره تو چی کار کنم؟ تو کی میخوای آدم شی ها؟ ببین ذلیل مرده منو تو چه دردسری انداختی؟ چه جای این کارا نیست خانم. جناب سرباز شما به من بگید چیکار کنم؟ بابا مادرمو دقداد کش، اینم میخواد منو بکشه. بس دیگه. اگه دارین 130,000 تومان این بنده خدا رو بدین تا رضایت بده. آخه جناب سرباز من همه پولم کجا بود؟ جناب سرباز اگه مشکلی نیست من پرداخت میکنم. خدمت شما. آقا خدمت شما. جناب سروان این 50,000 تومنشو من خورد ندارم. کیانی یه تراول 50 خورد داری؟ نه خیلی قربان، خودتون میدین آخر برجه هنوز حقوقا ندادن. اشکالی نداره اگر نیست بقیهش باش. چیو اشکال نداره؟ خودم خوردش کنم. بده بینم. بده. خیلی خوب، بیاین اینجا رو امضا کنیم. بچه دریافتی به امرای پرونده جهت تعیین تکلیف قضایی به استحضار مقام قضایی برسید. واسه چی اونجوری نگام کردی؟ مگه یه قرون پولات کم شده بود؟ مگه گوشه مدارکت حال افتاده بود؟ نه. پس دیگه چی؟ مگه نگفته بودی پولا رو پیدا کردی؟ نکنه توقع داشتی بهت بگم داداشم جیبت رو زده؟ نه. پس حرف حسابت چیه؟ هیچ. واسه اینکه بعدا مقبول نشی بهت میگم، اگه پولاتو پیدا کرده بودم مثل آب خوردن خرجش میکردم. میرفتم یه خونه رهن میکردم که جواد وسط رفقای دوز و جیبورش بکشم بیرون. واسه اینکه بعدا مقبول نشی بهت میگم، آره بابام هم جیبور بود. حالا اگه صاف و سور شدی و بدهی مدهی نداری راتو بکش برو. آقا جان اصلا من جای تو باشم میرم میگم مامان غلط کردم، یک شوخی بیمزه بود، تموم شده رفت. اون وقتا موام مثل دندونام سفید چه باید بگم؟ چشم. خب هر کسی یه سرنوشتی داره. یعنی سرنوشت ما هیچ چاره ای نداره جز اینکه با پریسا خانم رقم بخوره؟ اون وقت چرا؟ نمیدونم. یعنی چرا؟ بذار الان بهت میگم. ببین طالبینی چینی چی میگه؟ حرف نداره. خب گفتی پریسا خانم متولد چه ماهیه؟ سرطان. سرطان؟ جون مادرت اذیت نکن.
ببینم گفتی دختره آرشگره؟ آره. پس عمرن نتونی مخشو بزنی. آرایشگرها خودشون استاد مخزنی هست. این کمک کردنته؟ زور زیادی نزن رامی جان. از مدرسه در اومدی گفتم بریم خارج، گفتی مامان. برگشتم گفتم یه بیزنس را بندازیم پولدار شیم، گفتی مامان. گفتم بریم بالا، گفتی مامان. بریم پایین، مامان. اینه که عزیز من تو مامانی هستی قربون شکلت. تا آخر عمرت هم نمیتونی مستقل شی. برو پیش مامانت بگو غلط کردم، بلکه دلش به رحم بیاد از شر این پریسا راحت شدی. یه کاری برام میکنی؟ نه. امشب بیا خونمون با هم بش بگیم. آه بگم با هم غلط کردیم. میخوام بیای فضا رو تلطیف کنی. نظر مامانم هم راجع به دوز میشه. من اومدنی نیستم. برو منو خید بکش. من نه میام دنبالت. رامی. ها. اقلا وقتی دنبالم میای یه دسته گل بخر بیار. برای چی؟ واسه خواستگاری از من. خب واسه همون تلطیف فضایی که میگی دیگه. زحمتشو خودت بکش. جونور. الو؟ الو آقا رامی. بله. من زهرم. بله خانم بفرمایید. بعد شما رو ببینم. من گرفتارم متاسفانه. کار واجب دارم. قول میدم بعد از اینم دیگه مزاحم نشم. میشه امرتون رو بفرمایید؟ باید حضوری بگم. 5 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. باش. شما کجایین؟ در وامونده درسته؟ واسه چی اومدی؟ اومدم بده ایمو صاف کنم. از کجا آوردی؟ نه ترس حلاله، از صاحب کارم گرفتم. من فعلا لازمش ندارم. خوشم نمیاد زیر دین کسی باشم. زهره خانم به من کمک کن. خدایش هیچ کی نمیتونه با آشغال گوشت و نون خوش مثل آسید مرتضی کوبیده درست کنه. آشغال گوشت؟ بخور بابا. کوبیده که دیگه بالا شهر پایین شهر نداره. همه شپخه. ولی خوشمزه است. آ سید، قربون دست دو سفت دیگه هم بذار. گوجه هم بدین اگه ممکن. چیه؟ مادرته؟ نه، یکی از بچه ها. کدوم بچه ها؟ خانم بچه ها؟ نه، بابا. مرسی. دماغش عمل کرده است؟ کی؟ فایزا؟ آره اینجوری؟ بینی تو پاک کن. جهنم کمکت میکنم سرشو بکوبی به تا حال نشو. ببخشید من الان برد. چه مرگته؟ دو دقیقه نمیتونی منتظر وایسی؟ نیم ساعت صبر کن کارم تموم کنم میام. من اینجا با دخترم تو دستشویم. ببین داره بله رو میره. قرار بذارم میام بیرون. خدا ببخشید. ببخش. یعنی حرفتو باور کنم؟ کار همون یه جمعه عرفت دیگه. پس شب جمعه کنیم. فقط چی؟
من به مامانم گفتم دختری که دوستش دارم خانم دکتره. خانم چیه؟ دکتره. پرسته جون تو که هنوز داری گریه میکنی عزیز من؟ من تو با چشم خودم نبینم باور نمیکنم. ولی من باور میکنم. همون شب خونه شما اونجوری که رامین رفت فهمیدم که یه ماجرایی داره. خیلی خب سب کن ببینیم راستی یا دروغ. من ازت خواهش میکنم به پدرت چیزی نگی. من نمیذارم که رامین اینجوری با احساسات من بازی کنه. مرسی. فقط دعا بکن که یه بازی بچه گونه باشه. بذار ببینیم این شب جمعه اونو میاره یا نه. چرا میخواین تا شب جمعه سب کنی؟ اینم حرفیه. دلم میخواد منم بیام دماری از این دختره در بیارم که خودش کیف کنه. خیلی مشتی نه؟ زهره خانم خواهش میکنم مشتی نه. بابا کوتاه بیا دیگه دکتر جون. الان که خودمون این مجلس مردونه است. خب باید عادت کنی درست حرف بزنی. تو هر وقت خاک بابات بی خیال شو. خرم از کرگی دوم نداشت دکتر جون. خواهش میکنم. خیلی خوب باشه. باز چی میگفتن؟ باید به جای مشتی یه کلمه شیک میگفتی. اوه چقدر خوشگله. خوشگلم نه. قشنگ، زیبا، فانتاستیک. که شغلم بود. همه رو قاطی کردی. خیالش بابا دیگه. اونم بلدم و چی تو که زبونمه. تو که زبونمه نه. گیر سپیچ دادی ها. گیر سپیچ یعنی چی شیک حرف بزن. باشه گیر دو پیچ خوبه. چرا یه پیچ شیکتر ها؟ الو سلام آقا چطوری؟ برای چی فردا شد؟ باشه باشه چشم خدا قرار جلو افتاد فردا شب احساس شد. خب این از اون متخصص چی؟ پوست مو و زیبایی. خوبه؟ باری کلا فقط کلمه های شکل آفری. خب حالا تخصصت به انگلیسی چی میشه؟ درمانکولوژیک. شماره 7 بابا نوکرتا من غلط کردم. بیا از خیر این کار بگذار. به خدا خید میکنم بهتر سه میشه. ببین زهره خانم تو دختر باهوشی هستی. فقط یه ذره حواستو جمع کن. خیلی کن دیگه دکتر جون من سرم درد گره. اصلا ما نمیتونیم نقش بازی کنیم. حضرت عباسی نمیتونیم. شماره 79 واسه چی چخان کردی که ما دکتری؟ تو همه آبا اجدادمو بگردی یه دونم بود زنم پیدا نمی کنی. نمیدونم. چرا البته دروغ نباشه یکی بودم دایی کوچیکم. آمپول میکرد تو رگش که گلاب بروتون تو جوب آب پیداش کردم. من یقلا فاتم از سلوات. بذار این یکی دو جلسه بگذره شر این دختره کم شه. میگیم تو رفتی خارج دیگه نیستی خلاص من چاکرت. کی آقا رو من حرف زدن یادم آمدن حرف زدن خودش هم یادش دار. دیگه اینجوری هست دیگه. حالا فردا شب کجا بیام دنبالم؟ عتی جون فکر نمی کنی اینا دیر کرده باشه؟ من اصلا بعید می دونم دختری در کار باشه. سلام. دوست داشتم خیلی پیشتر می اومدم خدمتتون. خیلی خوش اومدی. ماشالله هزار ماشالله. میگم که تا صبح که نمیخوایم اینجا وایسیم بهتره بریم بالا. بفرمایی تو. بفرمایی بفرمایید عزیزم بفرمایید. بفرمایید بیاین تو رامین جان. چه خونه گنده داری؟ نه عزیزم خیلی هم گنده نیست. بیشتر از 450 متر زیربناش نیست. زرشک؟ بله. کی این رنگ زرشکی چقدر به صورتتون میاد؟ آخه زهره عاشق رنگ زرشکیه. خب کجا راحتیم بشینین عزیزم؟ مهمون خواه.
بر نداره که کجا بشینه. خب هر جا شما بفرمایید بهتره اونجا بریم بشینیم. چشم. ولی خدایش خونه گنده ای دارینا. حسن خونه بزرگ اینه که آدم توش خیلی راحت. بله منم عاشق راحتیم. آدم لنگ و... لنگ نه لگ لگ و هند میخواد بگه دست و پا. دست و پا دراز کردن نیست که امریکا بزرگ شده یه خورده هنوز خاطی میکنه. بله اینجا هم دوستاش دورش میکنن باش حرف میزنن حرفای بد یادش میدن. اینم ساده است متوجه نیست. چند وقت برگشتی زهره جون؟ 3 ماهه. آها بله 3 ماهه. اون وقت تو چه رشته اسپیشالیست شدی؟ فارسی باش حرف بزنی مامان جون بذارین زبانش خوب شه. میگن تو چه رشته ای تخصص گرفتی؟ انگلیسی که میفهمه چرا ترجمه میکنی رامین جون؟ من متخصص پوست موست و زیبایی هستم. بهتر نبود که تو وقت و پول تو صرف یه رشته بهتری میکردی؟ مثلا متخصص مغز، اعصاب، قلب. من هیچ وقت از کله پاچه خوشم نیومده. برعکس سیراب شیرد. دختر یه بیشون مگه ماما تو شوخی دارم؟ یعنی چی تو من اینقدر دست میندازی امشب که حالت های زیادی میکنی؟ ماما زهره میگه این تخصص خانوادگیشونه. مادرش هم متخصص پوست و مو و زیباییه. خب پس حتما مامانشون مقصر بودن. به نظر من مادرتون نادونی کرده چون رشته‌های خیلی بهتری بودن که میتونستین شما انتخاب. زهره خانم دکتر. بله بفرمایید. قربون شما. نمیخورم. پوران چون اینقدر اصرار نکن لابد نمیخورن دیگه. بله دستتون درد نکن. داشتم میگفتم نمیدونم آداب و رسوم برای خانواده شما چقدر مهمه اما برای من خیلی مهمه عزیزم. خیلی دلم میخواد هرچه زودتر با پدر و مادرتون آشنا بشن. بله آمارشون رو براتون میگیرم. آمار؟ واقعا ازت ممنونم. میدونم مامانم حسابی کفرید کرد. آبا بی خیال این حرف. خود من شب و روز باش درگیرم. تحمل کردنش سخته. نه اینجوری نگو. به خدا هم که سایه مادر بالا سر آدم باشه خودش نعمتیه. این مهمونی پنجشنبه شبم که بیای دیگه راحت میشه. ولی اون مامانی که من دیدم تو یکی رو خلاص نمیکن. خداحافظ شما. شام نخوردین آقا جون؟ خب منتظر تو بودیم بابا. من بیرون یه چیزی خوردم. نمیخوای یه چیزی بگی؟ چی شده؟ آبرومون توی این محله بردی. چی شده؟ تو آبرودارم شدی؟ این مرتی که کی هر شب داری باش میای خونه ها؟ به تو مربوط نیست. ببین وقتی پای ناموس میاد وسط من قاطی میکنم. آبجی بزرگ آبجی بزرگ اولی میگه. ببین فکتو. بس کنین دیگه. ما دلمون خوش بود میونه گندکاری های ما تو سلامت موندی. با نجابت خانوم کار درست. من کاری نکردم آقا جون. میدونم من بچه‌مو خوب میشناسم ولی مردم چی؟ عقل مردم به چششونه؟ نزا حرف مردم پشت سرمون باشه. باشه ولی میخوام یه چیزی واسهتون تعریف کنم.
چند روز بیشتر که رفته بودم دنبال جواد. کیف پول بده. رامین کجاست؟ الان پیداش میشه عزیزم. زهر جون، آقای دکتر فروتن دکترای روانشناسی داره. مینیجونم خانمشونن دندان پزشک. زهره ما هم دکترای پوست و زیبایی و مو. بله، بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. یه جوری باید زهره را دستم بمونم بکشم بیرون. میترسم سوتی بگیرم. والا با این وضعیتی که من میبینم بعید میبینم نجات بدارم. باشه وقت بشیم شو. سلام. سلام. زهره جان بیاییم با دکتر موثقی آشنا بشیم. سلام. سلام. آقای دکتر موثقی، رئیس بیمارستان سامان، سهامدار بیمارستان اشرفای دبی. اینو کی دعوتش کرده؟ حالا پدرتون چطوره؟ خوب هستن، سلام دارم. مادرتون خوب هستن؟ حالا که کل تاریخ ادبیاتو بکشی جلو چشمون. به روز بیا. از دیدنتون خیلی خوشحال شدم. همچنین بخیر. خواهش می‌کنم. سلام دایی جان. سلام. حال شما؟ سلام. خوش آمدید. سلام. به روز که یادتونه. بله. دایی جان بهروز داره دلخوره، میگه که بالاخره دایی نگفت ما به جای کلمه کافی شاپ سردر مغازمون رو چی بزنیم؟ همون قهوه سرا یا قهوه خانه بهتره. آخه دایی جون کلاسمون میاد پای ما که قهوه خونه قنبر نزدیم که. لطفاً اجازه بدید اول عروس جوان رو ببینم. بعدن از میان واجه های زبان شیوای پارسی یکی رو برمیگذاریم. دایی جان عروسی خورده سر شلوغه. دستور ادب این از جوان. الان از که افتضاح شد. سلام داداش. سلام. سلام. چرا زحمت کشیدید؟ زهره جون هستم. سلام. به به. یارب. یارب آن شاه وش ماهرخ زهره جبین در یک تای که و گوهر یک دانه کیست؟ دایی جان درسته؟ زنده باد. پس درباره من با زهره گفتگوها داشتی؟ بله. آری؟ اوه زن قدش دایی. بله. زهره از وقتی که برگشته عاشق فرهنگ و زبان مردم کوچه بازار شده. بله وقتی رامین به من گفت شما اوستای ادبیات فارسی. اوستا؟ اتفاقا اوستا رو مثلا این کوچه بازار یاد گرفتم. منظورشون استاد دایی جان. عجب. بله دایی جان یه دفترچه نوشتم این هوا از همین حرفای کوچه بازار. برای نوشتم که معنیش از شما بپرسم. البته متخصص زبان کوچه احمد شاملو بود که خدایش رحمت کند. بنده تا آنجایی که در توانم هست در خدمتتان خواهم بود. مثلا همان واژه بزن قدش که فرمودید اصلاح ویژه جاهلان است. اونو استثنا هم بلدم. به به استاد عزیز سلام عرض کردم. واسه دوستم تو شما. مجلس شما فسه مخمنده. بله. جانم موردی بود؟ جسارتاً فسه چی در رفته؟ فسه مخم. داداش. یه کمی زهر خانم به ما قرض بده. من میخوام که صورت خانم قوامی رو ببینم. ما گرما گرم چالشی درباره زبان پارسی بودیم. امشب و زبان پارسی رو ولش کن. جوشه خانم قوامی مهمتره. شش. زهر جان پشت بیبید. گاومون زایید. رامین جان رسمن دیگه بدبخت شد. جوش داره قد گیلاس. زهر جون تا 100 تا دکتر پوست رفتم، 1000 جو قرص و پمادم به هم دادن ولی هیچ فایده ای نداشته. نباید سرش رو بندازه پایین بره دیگه. خب یه بار یه کاری بکن. چی کار کنم؟ پوری جون یه دونه کاغذ قلم بیارین زهره جون فسشون نسخه بنویس. باشه. نه نمیخواد پوران جون، من اصولا با داروی شیمیایی موافق نیستم، نسخه اونجوری هم نمیدم. گفتم دیگه تو آمریکاش هم دارو داره از مد میفته. پس چی تجویز میکنی؟ فقط داروهای گیاهی. بابا این عجب ناکسیه. الان براتون یه ماسک درست میکنم میذارم صورتتون. پوران جون یه ذره ماست، یه ذره جوش شیرین، دوتا هلوی بزرگ یختم، پوست خیار به من بدین. باشه.
خبیثا. ببخشید خانم. چیه؟ شما مال این خونه هستین؟ چی کار داری؟ هیچی، خواستم ببینم تو چه خبر. به تو چه؟ ببخشید. حالا فکر کن نامزدی، عروسیه، چطور مگه؟ آخه آبجیم 3 ساعت رفته تو، درم نمیاد. آبجی دیگه کیه؟ آبجی زهره دیگه. چی کاره هست؟ کارگره؟ کارگره چیه؟ آرایشگره. آرایشگریش هم درجه 1-1. با این پسر اسمش چیه؟ این دکتره، آها دکتر رامین، رفتن تو. حالا چی میخوای؟ میخوای برم صداش کنم ها؟ نه نمیخواد، شاید ناراحت بشه. همینی که بفهمم همه چی میزونه واسه هم بس. خیلی خوشحال شدم که قربونتون برم. اوه دیگه پریسا رو برای چی دعوت کردیم؟ بک حالا اینو کجای دلت میخوای بذاری؟ بیا با زهره جون آشنات کنم. اتفاقا خیلی دلم میخواد آبجی زهره رو ببینم. داشت تبابت میکردم یالا. تبابت هم بلدم. بیا حواست جان. رامی جان سلام. زهره جون رو بگو بیاد، میخوام با پریسا جون آشناشه. بیا بریم پیش خانم بابا. دیگه هرچی باد آباد بابا. سلام. با خانم قوامی این چه شکلیه تو مهمونی؟ این دستپخت زهره جونه. اون اصلا واسه یه شیعه چیه؟ ببین مامانم پریسا رو دعوت کرده. عروس خانم صابر؟ بابا من بهت گفتم که ناراحت نشی. نه بابا این کم رقم حال ما رو گرفت، یکی هم باش. به طب سنتی عقیدی داره، اینم یه دونه ماسک گیاهی رو صورتش بذاره. طب سنتی که دیگه خیلی وقت دورش سر اومده. اشتباه نکنید، طب کهن مثل ادبیات کهن چاره سازه. همونجوری که بهت گفتم متین و موقت. شیطونه میگه. کجا میری؟ ترس بابا. چطورید شما؟ خوبم. دوباره دیگه همین ماسکو بذارید، بعد نتیجهشو به هم بگید. باش. پریسا جون، زهره خانم هستن. سلام آبجی زهره. سلام پریسا جون، خیلی دوست داشتم ببینمت. نه اینکه همه از مدل دماغ تعریف کردن، خواستم بپرسم کار کدوم دکتره. هر دماغی رو عمل نمیکنه. عزیزم یه لحظه. خانم قوامی پوستتون آرومتر نشد؟ چرا؟ خب خیالم جمع شد، همه چی میزونه. اینم رامین. سلام رامین جان. سلام خانم قوامی. کجایی رامین جون؟ چه خبره؟ چرا انقدر تلفن پیچم کردین؟ خبر از این مهمتر؟ ببین زنه چه معجزه‌ای کرده. خب خدا رو شکر. اومدن بس نشستن اینجا تا تو دست زهره خانمو بذاری تو دستشون. مامان جایی عروسشو لو نمیده. نه آدرس، نه تلفن. بابا به پیر، به پیغمبر نمیدونیم. رامین تو بگو. خب آخه یهویی پیش اومد خانم قوامی. دیگه معطلش نکن رامین جون. حداقل 50 نفر تو خونه ما منتظر زهره جونن. برو بیارش. چشم. مامان یه دقیقه میای. ببخش رامین جون. این چیه؟ یه سرویس برای زهره گرفتم، میخواستم شما بهش بدین. من که هنوز بهت نگفتم پسندیدمش یا نه؟ تازه شرطمونم که یادت نرفته رامی بگیر. نه اصالت خانواده. خیلی خوب، پس دیگه این مناسبتی نداره. ماما ها، من خواهش میکنم شما اینو بهش بدین. من این کارو نمیکنم بابا جون. من میخوام این از طرف شما بهش داده شه، اینجوری با کلاس داره جون رو بگیر. مرسی. خیلی خوب، برو بیارش خونه خانم قوامی، ما داریم میریم اونجا.
متین موقر. رابین هستم خانم قوام. آقای دکتر ما اومدیم ثواب کنیم دیگه، نذار کباب شیم. از که این روزا مرخصی گرفتم میترسم اخراجم کنن. امروز هم که از آرش عروس انداختیم. تو جون هر کی دوست داری خودت یه جوری دست به سرشون کن. اصلا بگو مسافرتش افتاد جلو، همین دیشب رفت. چه میتونم بگو مردود شد هوا. هیچی نمیگی؟ کاش جربازش رو پیدا میکردی میرفتی راست حسینی همه چی به مامانت میگفتی. چی کارت میکرد؟ میکشته؟ نمیکش که. فوقش درز میرفت دولب دوباره حالش میمد سر جا. من دلم میخواد راستشو بگم. خب بگو خلاصمون کن. نمیشه. اگه میشد که میگفتم انتخاب من زهره است نه پریسا. بابا آخر شبی وقت گیر آوردی. جدی میگم. من دیرم شده، پاشو بری. دارم باهات حرف میزنم. نکنه دستی دستی میخوای مامانتو بکشی. زهره دختر عزیز آقا جیبور بیاد بشه عروس خونه شما. خوبه والا. مهم نیست دختر کی هستی، آدمی همین بس. بقیه چیزا مزخرفه. هزاری هم بگی پولدار و فقیر به هم نمیخورن. زندگی گنج قارون نیست آقا رامین. نمیشه رئیس، ما مال دو تا عالمی، یکی اشرق یکی مشرق. تو آبا با چنگال میخوریم، اگه یه لقمه پلو گیرمون بیاد با پنج تا انگوش میشکونیم تو حلقمون. سوسن کوری اصلا خشتک گوش میدیم، شما از خارج کمتر براتون افت داره. ما عقب پیکانوانه تا همسایه‌مون لش به لش میریزیم رو هم میریم امامزاده داوود. شما مسافرت کوچیک کوچیکتون دوبهه. ما سال تا سال چی بشه پاش بیفته بریم کبابی سید مرتضی یه سیخ کوبیده با گوجه و ریحون بخوریم. شما از رستوران هتلیتون کمتر براتون آره. تو رو جون هر کی دوست داری شما رو به خیر و ما رو به سلامت. بذار شب خواب پریشون نبینی. سر میذاریم رو بالش، هوا برامون نداره که خاطر خوا دکتر داری. این هم بده مامانت. خودت بهش بده. واه واه چقدر ور زدم. عتی جون دیدی این دختره چقدر خودش جا کرده بود؟ خانم قوامی چشم ازش بر نمیداشت. پوری جون حالا شما هرچی میخوای بگی بگو، یه چیزی تو این دختره هست که منو مشکوک میکنه. عتی جون چرا اینقدر شما بدبینی؟ اصلا تو این روزا توجه کردی به رامی؟ نمیدونم چرا من اینقدر یاد پدر خدا بیامرزش میندازه. یاد دکتر اون روزای اولی که اومده بود خواستگاری تو، چقدر خجالتی بود. وقتی صداش میکردی صورتش قرمز میشد اینه و انار، چشاش چه برقی میزد. حالا رامینو نگاه کن، شده اینه و باباش. تو رو خدا عتی جون خوشی بچه تو ازش نگی، بذار خوش باشه. نمیدونم اسمشو چی بذارم. من میدونم، سه حالت داره دیگه. یا میبرمت پیش روانکاو که میگه دچار یه عقده‌ای شدی که فکر میکنی همه فقر و بدبختی نتیجه گناه توه، میخوای خودتو عذاب بدی. یا میبرمت یه اسکن از مغزت میگیرم که معلوم شه توش هیچی نیست، از مخ آزادی. یا هم که یه عکس از قلبت میگیرم که معلوم میشه عاشق شدی و خلاصه تو قلبت. بله میخوام برم واقعیت رو به مامانم بگیرم. این دختر ارزش جنگیدن داره. اه موفق باشی جناب دونکی شد. بدون عکس قلبم معلومه تو قلبت چه خبره. فقط امشب نمیذارم بری خونه، شاید تا فردا یکمی عقل اومد تو سرت. زنگ بزن بگو امشب پیش منی. با همین چشای خودم دیدم. تو رو خدا نزن این حرفو. من که باورم نمیشه. منم اول باور نمیکردم. عتی جون نه اینکه خیال کنید به خاطر کار رامین ازش کینه به دل گرفتم و نه به خدا. مامان میدونن اگه رامین الان به پامم بیفته حاضر نیستم زنش بشم. مگه دیوونم؟ هزار تا خواستگار دارم. من فقط میخوام از شما سوء استفاده نشه.
اونی که من به چشم خودم دیدم زهره خانم از هر دکتری دکتر داره. بله، اینم آدرس مطبشونه، توش ابرو برمیدارن بند میندازن. صفحه حوادث روزنامه ها رو که باز بکنی و توش هزار جور کلاهبرداری میبینی. خودشونو دکتر جا میزنن، وکیل، وزیر، سرتیب و سرهنگ جا میزنن. تازه پرونده پدر و برادرش هم بیرون کشیدم، هر دوشون دزد و کلاهبردارن، یه پاشون زندانه یه پاشون بیرون. عتی جون، جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری منفعته. دیدی پوران جون، گفتم به این دختر مشکوکم، گفتم یا نه؟ شما اینجا زهره خانم داریم؟ بله. کارش چطوره؟ خداییش حرف نداره. حالا نامزدیه عروسی. عروسی شنیدیم ماسکم تجویز میکنن. ماسکاش که یه عالمه طرفدار داره. ببخشید میشه لطفا صداشون کنیم؟ بله بفرمایید، شما بشینید. زهره، زهره مشتری داریم. خانم دکتر، خانم دکتر بند انداز، تو چطور دلت اومد با آبروی خانواده ما بازی بکنی؟ چطور دلت اومد با احساسات بچه من بازی کنی؟ یه همچه که صافت کنی به خاطر بول؟ تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ این حرفا چیه خانم؟ زهره اینا چی میگن؟ چرا خفه شدی؟ به ایشونم بگو کی هستی؟ شما میدونستین کارگرتون درمانتولوژیست تشریف دارن، متخصص پوست و مو زیبایی از امریکا؟ یه با خیال نکنید خدایی نکرده عزیز آقا جیب برو جواد آقا کیف قاب با ایشون نسبتی دارن. و نه، ایشون پدر مادرشون امریکا تشریف دارن، خونشون هم تو دو قوزآباد نیست، تا آپارتمانشون تو الهیه تکمیل بشه هتل هیلتون تشریف دارن. خیال نکن همه چی تموم شده ها، اگر خانم دکترم بزرگواری کنم بخوان ازت بگذارم ما نمیذاریم. تو هم مثل پدر و برادر جات گوشه زندونه. بریم عتی جون، من که دیگه نمیتونم ریختشو تحمل کنم. خانم شما مار تو اسینت نگه ندار. چی شده پوران جون؟ هیچی. مامانم طوری شده؟ نه. به کجاست؟ بالا تو اتاقشه. چی شده ماما؟ این دختر کلاه بردار بود. کی؟ بهت دروغ گفته بود. هرچی گفته بود دروغ بود. دکتر بودنش، تحصیلاتش تو آمریکا، پدرش، مادرش. مگه زهره اومده بود اینجا؟ نه خیر، ما رفتیم پیداش کردیم تو آرایشگاه زنونه کار میکرد، باورت میشه؟ وقتی دیدمش دلم میخواست خفش کنم. چطوری پیداش کردی؟ کار خدا بود. اون برای تو و پول و موقعیتت نقشه کشیده بود. بس کنین ماما، این دروغا رو من یادش دادم که بگه. دروغ میگی؟ دروغ میگفتم، چون چاره ای نداشتم، چون شما هیچ وقت دوست نداشتین راستشو بشنوین. شما همیشه دنبال یه بچه‌ای میگشتین که تر خوشکش کنین، منم حماقت کردم برای اینکه دلتون نشکنه نقش بچه رو بازی کردم.
دختره را از کجا پیدا کرده بودی؟ برادرش جیبمو زده بود. اون 10 میلیون یادتونه؟ کار برادرش بود. ولی همین زهره کیف پول من آورد پس داد. بچه یه ساده. اون برات نقشه بزرگتری کشیده بود. یه قلمش همون جواهراتی که براش خریده بودی. شما بازم نمیخواین راستشو بشنوید. رامی پریسا بودا؟ زهره خانم رو لطفاً صدا کنید. نیستن آقا. گفتم صداش کنید. آقا چه خبرتونه؟ اینجا محل کاره. در ضمن زهره خانم از اینجا رفتن. رفته کجا؟ اخراجش کردم. من اینجا آبرو دارم. اسباب کشیدن رفت. مگه صبح اینجا نبود؟ اسباب کشیدن تو این خونه ها کاری نداره که نه. یه یخچال پاکستانی، یه تخت فرش پاره پوره، 4 دست رخت خواب. نمیدونین کجا رفته ها؟ نه، بالاخره یه جای زیر همین آسمون. خدا یه دقیقه صبر کن. رفته بودی پیش دختره؟ به لطف شما از کار اخراجش کردن، خونش هم تخلیه کرد. معلومه. دیدی جواهراتو برداشت و در رفت؟ حالا کجا داری قهر میکنی بری؟ من بچه نیستم قهر کنم. میخوام یه مدت تنها باشم خودمو پیدا کنم. اگه بذاری از خونه بری بیرون خودتو پیدا میکنی؟ به خدا تو هیچ وقت خودم نمیشی. از وقتی یادم میاد شما همینطوری با من رفتار میکنی. هیچ وقت نفهمیدم بابامی، مامانمی، رئیسمی، نفهمیدم خودم کیم. شما با رفتارت باعث شدی من زندگی یه نفر دیگرم خراب کنم. هیچ وقت نتونستم چیزی که تو قلبم میگذره رو راحت بهت بگم. خب میگفتی. تو همیشه بلاش بازیت همه چی رو از من پنهون کردی. بابا منم جوون بودم، منم عاشق شدم. تو فکر میکنی فقط خودتی که من این عشقو میفهمی؟ منم میتونستم بعد از مرگ پدرت برم پی دلم، پی زندگی خودم. خب پس شما هم هرچی تو دلت بود نتونستی بگی دیگه. خب این که زندگی نشد مادر من، اسارته. شما اسیر من شدی، منم اسیر خودت کردی. میخواستی شوهر کنی، عاشق بودی، میگفتی هر دو مایه عذاب هم دیگه. بس دیگه، تمومش کن مادر من. رامی نرو. هر وقت حال هر دومون خوب شد برمیگرد. فکر نمیکردم اینقدر بیوفا باشی. خانوما خسته نباشید، بفرمایید. Thank you.
خدیجه شما حاضر کردم، پاشو یه چیزی بخور. نمیخورم. الهی قربونت برم، خودتو چرا اذیت میکنی؟ اقلا پاشو برو تو اتاقت بخواب. از کجا فهمیدی من اینجا؟ آخه تو غیر از اینجا که جایی نداری بری مادر. مامان چطوره؟ چی بگم الان؟ خراب، داغون، پشیمون. اگه بگم 10 کیلو لاغر شده دروغ نگفتم. آخه بی وفا، ما دلمون برات تنگ میشه. یه خبری، زنگی؟ آزمایشگاه چی؟ میره؟ نه جایی میره، نه چیزی میخوره. همینطور متصل نشسته به یه گوشه خیره شد. اقلا یه روز بیا حالشو بپرس. میای دیگه؟ بله. ببخشید، منزل خانم دکتره؟ شما؟ من آقا جوادم. آقا جواد؟ ببخشید، نمیشناسم. داداش زهره خانم هستم. کم و کسری که نداره، ردیفه؟ بله. از قدیم گفتم مال مردم خوردن عاقبت نداره. البته آقا جونم میخواست این جبر بیاره، ولی آبجیم نزاش، ترسید یه زیپ دهن رو باز کنه هرچی از دهنش میاد به شما بگه. بله. آدم بخواد زیرو به کسی رو بزنه نونباری نمی کنه، اگرم بخواد نونباری کنه آبروی مردم رو نمیبره. شما اول باید با آقا پسرتون حرف میزدین، میفهمیدین چی به چیه، بعد میومدین سراغ آبجی بدبخت ما. فکر نکنین رو آبجیم بهم یاد دادا، یکم دلم پر بود گفتم بیام یکم با هم حرف بزنیم. دستتون درد نکنه، خداحافظ. آقا جواد صبر کن. من میخوام زهره رو ببینم، میشه؟ نه خیلی نمیشه، زهره خیلی دلش شکسته. من حتما باید ببینمش. خانم زوری بی خودی نزنید، من آبجیمو میشناسم. پس اقلا نشونیتونو بده. میخوایم برین سراغش؟ اصلا همچی کاریو نکن. باشه، من خودم سراغش نمیرم، این آدرسو میدم به رامین. آخر رامین از خونه قهر کرده رفته. چیه؟ میخوایی زهره برش گردونه خونه؟ آره؟ نه، اما میدونم شب و روز داره دنبال زهره میگرده.
همین که بدونم پیداش کرده، خوشحال و خوشبخته، برای من کافیه. حالا میشه نشونی خونتون رو به من بدی؟ عمرم تک تک این دایره هایی که اینجا میبینی بی ارتباط با این دایره بزرگی اینجا نیستن. یعنی اگر شما درست دقت بکنید میبینید که عالم گاویش پا برهنه اومده تو زندگی من. به جای این حرفای بی ثمر سویچ ماشین تو بده معطل نکن. چه مرگته؟ پوران زنگ زد. قابل زهره رو پیدا کرد. ای خدا من از دست این خانواده دیوانه نجات بده. نه بعد این چیزیه که راحت بده. ببوس. بله عرض میکردم که زهره خانم خیال کردی میتونی خودتو از من قایم کنی؟ با فرار کردن چیزی عوض نمیشه. بهت حق میدم دلگیر باشی، اما حداقل حرفای منم گوش کن. ما با هم حرفی نداریم آقای دکتر. اما من با تو حرف دارم. از خونه زدم بیرون، باورت میشه؟ دیگه میخوام خودم باشم. یعنی اینکه خودم واسه خودم تصمیم بگیرم. تصمیم اولم هم گرفتم. دیگه نمیذارم از زندگیم بری بیرون. بیخیال دکتر، برو دنبال زندگیت. زندگی من اینجاست. تو همین لحظه بین من و تو. بین من و تو هیچی نیست آقای دکتر. تا الانشم ازت هیچی نخواستم، ولی حالا ازت فقط یه چیز میخوام. دست از سرم بردار. زهره بابا بی خیالی تهی کن. مبارک باشه. یا علی خدا حافظ شما. چی شد آقا؟ حل علی آب برای کنه به سر گل خودم. بابا دارم میگن آقا جواد نه چغندر. چغندر نه، برگ چغندر، یعنی ببر رو ببر. کلی خدمت شما. بسه بدی من پولو تقدیم کنم بعد کلیده بگیرم. این حرفا چیه قربون؟ پولام نیست. مگه میشه؟ ده میلیون ترابر اینجا بود. شاید جیبتون زدن. مگه میشه؟ بله. الو آقای دکتر آلبا. خودم هستم بفرم. شما امروز چیزی گم نکردی؟ زهره تویی؟ بله. کجایی؟ همینجا جلو ساختمون.